توضیحات کامل خواهرم میده که استاد منه. خواهش میکنم. شما خودت همیشه استاد و معلم من بود. خب به نام خدا. ظرفی که انتخاب میکنیم برای سرکه چرب نباید باشه قطعا، یعنی نه داخل شیری چیزی قبلا نریخته باشیم استفاده کرده باشیم و حتی از ظرفهای سال قبل هم اگر استفاده میکنیم خوبه، ولی نه اینکه مثلا یه وقتی خدای نکرده سرکه سال قبلمون قارچ گرفته باشه، کپک زده باشه، حالا دوباره بیام استفاده کنیم. این کار اصلا نکنیم. و بعدم خشکم باشه بهتره. میایم اول یه کمی سرکه ته ظرفمون میریزیم. انگورا را ما میتونیم خوشه یه درست ترم بندازیم، ولی ما برای اینکه فضای کمتری باشه تکه تکه کردیم. حتی اگر بخوایم که حبش هم بکنیم دونه کنیم بهتره. میریزیم داخل ظرف. ظرفمون که پر شد، در نهایت پر که شد یه کمی هم تر میکنیم که فضاهای خالی پر بشه. بعد یه کمی نمک و یه مقدارم سرکه سال قبل روش میریزیم و در نهایت برای مدت 40 روز روش یه پارچه یه تمیز میندازیم. بعد از در این مدت اینا شروع میکنن پشه های ریز سرکه در میاد، بوی سرکه میپیچه. ما حس میکنیم که نه، سرکمون داره خوب میشه، مشکلی نداره. در ضمن اگر این فضای خالی باز کرد، میتونیم یه مقدار انگور دیگه بهش اضافه کنیم به ظرفمون توی این مدت. و در نهایت بعد از 40 روز روشو که انداختیم میز بر میداریم و درشو میبندیم، میذاریم یه جایی که مطمئن باشیم اگر تاریک باشه، حتی خنک باشه حدودا بهتره. اگر زیاد خنک بود روشو میپوشونیم، یه چیزی میندازیم که ظرفمون جاش زیادم سرد نشه. ما که خودمون میذاریم تا پاییز سال قبل که میخوایم سرکه بندازیم خالی میکنیم ظرفا، ولی برای هم زمانی که خواستیم بعد از عید دیگه استفاده کنیم خوبه. بهار سال بعد دیگه این سرکه سرکه شده. بعد اینا که الان پاییز 402 بهار 403 میشه صاف کرد. آها استفاده کنیم. بله آره، هم که مامان درست کن یه بار دیگه بگیم. آره بیه اگر که چیز بود خاله پاکش کن دوباره. نه عالی بود.